شو خدایی داریم که خیلی آسون خیلی ساده با ما صحبت میکنه خدای ما خدای پیچیده نیست بلکه خدایی هست که خودش رو دوست داره به ما مکاشفه کنه و این تجربه هایی هست که امیدان ما یا نوجوانمون رو اینو تجربه،, تجربه, کردن بعضی وقت هست که ما تعلیم های زیادی میشنویم و تعلیم خیلی مهمه موعظه خیلی مهمه فقط بعضی وقت خداوند به وسیله تجربه میخواد چیزا رو به ما یاد بده مخصوصا که مغزمون اونقدر پیچیده هست ما یه تصورای اشتباهی داریم از خداوند و فکر میکنه من باید این این کار رو انجام بدم این چیزها رو انجام بدم این چیزا بعد از این شاید خدا بیاد یا نیاد و فقط تو این سمینارم خدا رو شکر خدا طوری دیگه با این به این جوانان یا نوجوانان نشون داد که چقدر ساده فقط با ایمان اعتماد میتونیم این عشق رو دریافت کنیم بعضی وقت یک تجربه خیلی با ارزش تر از یک کتاب خوندن و یک چی میگن ده تا موعظه یا 20 تا تعلیم شنیدن یه چیزی که تجربه کردیم باور میکنیم و از این این گره هایی که در فکرای ما از این آزاد میشه و باور کردیم و خدا رو شو که همه جوانانم اونجا سال گذشتم که بودن اونجا در مورد شخص سوم تصدیر صحبت کردیم روی القدس دوست عزیز من که اونجا یه قسمت های تجربه کردن و امسال حال ادامه دادن و یه بخش دیگه همه هم اینجا شرکت کردم برادرمون سعید که سال گذشته شرکت کرد متاسفانه نبود فقط خدا رو شکر خودش الان پیش خداست که اونجا لذت های بسیاری میبره جایش خالی بود خیلی برادر عزیز بود برحال امروز هم کلام خدا این توی قلب من امروز گذاشته شلوم در محبت خدا شالوم خداوند در محبت خداست عیسی مسیح خودش در یوحنا باب 14 آیه 27 میگه که سلامتی برای شما میکسارونم سلامتی خود را به شما میدهم سلامتی خودم را به شما میدهم نه چنان که جهان میدهد من به شما میدهم دل شما مسترب و حرسان نباشه از آن من فکر میکنم یه چیزهایی هست که خدا تو این زمانها میخواد با طور تجربه ای به ما نشون بده و اگر خودمون رو باز نکنیم و قدم رو بر نداریم مثل پیتروز که زمانی که وارد از این از این کشتی آمد بیرون و این ریسک رو کرد و اونجا ریسک رو کرد و تجربه رو کرد و این تو کتاب مقدس فقط یک جای نوشته که چطور یک شخصی روی آب یه شخصی مثل من و تو روی آب راه میره و این ریسک رو کرد خدا رو میتونم بگم کاش که همه ما در زندگی ایمانمون این ریسک رو میکنیم یک بار از این قایق بیرون بیاییم که به خدا رو تجربه کنیم ما اونقدر خودمون رو وابسته کردیم سعی میکنیم همه چی رو برای منطقی حل کنیم خدا هیچ موقع نمیشه با منطق تجربه کرد فقط به وصلی ایمانه و همینطور هم یک ریسکی هست که قدم برمیداری یعنی ریسک منظور اینه که اعتماد به کلام خدا به وعده خدا, وعده خدا رو میکنی و میایی حتی فکر میکنی الان شاید همه چی خراب بشه یهو خدا میاد اونجا سپریز میکنه یک ای به تو میده و این در قلب تو طوری نوشته میشه یا یک قسمتی خودش خود خدا میشه در تو که یه هر ترسی از هر نگرانی از از ما چیز مف میشه امیدوار هستم این زمانهایی که الان هست مخصوصا با نسرینم که توی مسافرت اورلاب که بودیم در مورد کلا کلیسامون که فکر, مر... فکر میکردیم خیلی زیاد پیاده روی میکردیم و همینطور دعا میکردیم و یعنی هر دو تاش مماس تو قلبش هم بود که یکی که من فکر میکنم زمانهایی هست که بیشتر باید در مورد شناخت خدا صحبت کنیم موعظه کنیم تعلیم, کن، تعلیم بدیم به این خاطر کلیسا خواهش میکنم از شما اگه واقعا میخوایم با خدا آشنا بشین اول برای واعظین کلیسا از معلمین کلیسا دعا کنیم که ما اولین مکاشفه رو عمیقتر به دست بیاریم که به شما منتقل کنیم و خودتونم هم قلب خودتون رو آماده کنید که واقعا بتونین این سرودی هم که خوندیم عمق محبت خدا رو بچشیم و امروز هم یه قسمت هایی هست که میخوایم در موردش هم فکر کنیم و من باور میکنم که این شالومی که عیسی مسیح میگه که شلام دنیا رو شلام دنیا رو که چیزایی که شما فکر میکنید سلامتیه باشه باشه باش باش وردارین اینو نگه دارین فقط یک سلامتی یک شالومی به شما میدم که هیچ موقع اول کسی نمیتونه از شما ورداره یک شالومی هست که محبت خدا توشه یک سلامتی یک شالوم یعنی سلامتی منظوری نیست که دیگه من سلامتی به تو میدم یعنی هیچ مشکلی نخواهی داشت یا همه چی اوکی خواهد شد و برحال شالومی که تو بتونی بفهمی بلکه شالوم خداوند یعنی واقعا حضور فعال خدا در زندگی تو در نفس تو در روح تو قرار میگیره شالم میتونم بگم من خودم این باور رو دارم یعنی باور کردن که خدا منو بدون قید و شرط عاشقان دوست داره گوش میکنین عزیزان اینجا شالوم شالوم یه چیزی نیست که یهو مثلا یک چیزی میاد تو رو میپوشونه و میگه که آها مشکلای من حل شد تو میتونی تو شالوم خدا زندگی کنی و همینطور تو جفا بیفتی توی زندان بیفتی گوش میکنین هلو گوش میکنین شما اجازه دارین توی کلیسا آمین بگیم یا بگیم بله یا بلندم هم میتونین بگین نه چقدر بلند بگین منظور من بلند یعنی ای سایگون یعنی با تمام قلب بتونین بگین و به این خاطر خدا میخواد به هر حال ما رو به این به این شالوم هدایت کنه و این فکر میکنم همه شما که اینجا هستین تمام دنیا دنبال سلامتی یعنی سلامتی نه این آرامش سلامتی فقط بدنی نیست آرامشی است شالوم یعنی این آرامش خدا الان فقط تصور کنید عزیزان عیسی میگه که سلامتی خودم رو به شما میدم یعنی سلامتی ملکوت خدا در, در ملکوت خدا در خدا هیچ عصب، عصبیات یا افسردگی یا ترس و چیزهایی وجود نداره نه؟ اونجا واقعا یک آرامش میگم کامل وجود داره هیچ نگرانی تو این شلوم نیست هیچ دردی تو این شلام نیست هیچ استراب اینجا نیست به این خاطر میگه که دل شما مسترف و حراسان نباشه چون یه سلامتی که به شما میدم غیر تصور شماست و این فقط این نیست که خداوند الان شالوم تو رو میخوام دریافت کنم شالوم خدا یعنی باید باور کنی خدا تو رو بدون قید و شرط دوست داره این میشه موقع وارد این بود شالوم خداوند میشه ما خیلی سرودی هم داری شالوم ای عزیزان در مسی شالوم یا؟ اینه یک کسی که ترجمه کرده ترجمه نه ترجمه نه. یه کسی که تجربه کرده و این سرود رو بخونه من فکر میکنم باید فقط اونجا فریاد بزنیم اینجوری چی میگن وجه کنیم چون فهمیدن و توش زندگی میکنن و فقط ما در, در این دنیا اینطوری یاد گرفتیم این سیستم این دنیا اینطوری روش این انسانت کهنه هست که ما فکر میکنیم یه چیزی هست که ما باید یه چیز رو بدیم که یه چیز رو از خداوند بگیریم یا باید برای خدای کارای انجام بدیم که خدا این محبت رو به ما ببخشه این شالوم رو ببخشه اینطوری ما فکر میکنیم یا در این دنیا اینطوری یاد گرفتیم اگه میخوایی هیچ کسی نمیاد به تو یه چیز رو مجانی بده هر چقدر به تو یه چیزی بگی، حتما تو دوباره تو فکر میکنی بگی پس یه چیزی هست پشتش حتما میخواد یه چیزی از من بگیره یا چیز فقط دید ما باید عوض بشه از خداوند اینجا میگه که در یوحنا باب ای یک آیه 16 17 میگه که از پوری او از پوری خداست که جمعی ما بهره بهره یافته ایم و فیس و عوض فیس از پوری او یعنی هیچ چیزی کمی در خدا وجود نداره از پری او همینطور ریخته میشه فیس به عوض فیس و این نه یک ساعت دو ساعت یا یک روز یا دو روز یا یک سال این فیس از زمانی که عیسی مسیح روی صلیب اونجا مرده از مردگان برخواسته رفته روی آسمون و روی قدس رو ریخته این فیز خدا وارده زندگی ما شده و در این فیض که پشتش قدرت خداست محبت خداست هر چیزایی که ما جان ما نفس ما احتیاج داره ما میتونیم هر روز به دست بیاریم مجان به دست بیاریم و این یه چیزی هست که فکر ما باید این آلمانی میگن تیکن 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 یعنی مثل ساعت یا فکر ما باید اینطوری یاد بگیره که خدا میخواد هر روز این فیض رو به ما ببخشه مجان ما هستیم که فقط باید به دست بیاریم ما باید اول باور کنیم و باید به دست بیاریم این فیض رو و همینطورم هم میگه که زیر شرع شریعت به وسیله موسا عطا شد اما فیض و راستی به وسیله عیسی رسید رسید هر کسی که عیسی رو داره تمام این فیز یا اگر میخوام بگم که اگه میخوام اسم ببرم برای این میگم عیسی است عیسی ایسا بخششه که خداوند به ما بخشیده و اینو باید فقط دریافت کنم و همینطور در یوحنا نوشته که در باب یک همینطور نوشته که در مورد تولد تازه میگه که و هر کسی به اسم او ایمان آورد ایمان آورد حیات نه چطور نوشته هر کسی به او اسم او باور کنه فرزند خدا خوانده خواهد شد یعنی هر کسی عیسی مسیح رو دریافت کنه قبول کنه تو زندگیشون یا اون باعث میشه که پرزند خدا یعنی تولد تازه رو یعنی بخششی هست که ما به دست بیاریم عزیزا ما همه که اینجا نشستیم فقط چون ما باور کردیم به این بخشش خدا که به ما داده شده و ما اونجا فرزند خدا خوانده شویم چه کاری کردیم؟ توبه و بازگشت اعتراف کردیم که گناهکار هستیم خیلی ساده با همون سادگی که ما توبه کردیم یعنی به توبه رسیدن یه زمانی بود فقط زمانی که به اون حقیقت رسیم توبه کردیم بازگشت کردیم خدا به ما بخشید مسیح رو بخشید فیض رو و همینطور میخواد روز به روز این رو ببخشه فقط خوبیش اینه که الان مسیح در ماست فیض در ما هم قرار گرفته آمین در یوحنا زمانی که عیسی مسیح دعا میکرد به پدر میگه که من در ایشان و تو در من تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان رو محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی یکم پیچیده است نه میگه که من در ایشان یعنی من در نسرین و خدا در من یعنی مثل اینکه عوض چیزی عوض بکنم خدا در من و من در نصرین. یعنی مثل اینکه عیسی همون واسطه است که محبت خدا یعنی خدا وارد زندگی نصرین شده خدا وارد زندگی تک تک شما اینجا شده تا ایشان تا در یک کامل گردن و تا جهان بداند بعد از اینجا ادامه میده که متوجه بشیم در مورد چی صحبت میکنه تا جهان بداند مکاشفه بشه که تو مرا فرستادی و همینطور بگیم نسیم یا اسمش ما ایشان رو محبت نمودی با همون محبتی که منو محبت نمودی که واقعا بدونیم ما نیازی به هیچ چیزی نداریم جز از محبت خدا که الان در ما قرار گرفته این میدونم این یه چیزهایی که صحبت میکنم خیلی منطقی الان جا نه تو قلبمون تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خودم دوست داشتی پس نشانه با این, خو... با این کلام خدا میخواد بگه که با همون محبتی که پدر من رو دوست داشت که پسر خدا هستم با همون محبتی شما رو دوست داره و من الان آمدم در شما قرار بگیرم و این محبت خدا در منه و اینم وارد شده در زندگی شما ما الان فرزندان الان فلقی چیز کنیم ما الان فرزندان چی هستیم؟ فرزندان محبت هستیم اگه نرمال نگاه کنیم چون خدا محبت دیگه یا نه؟ و خدا در ایساست و عیسی ایسا الان در ماست ما پس محبت خدا در ما قراره ما فرزندان خدا هستیم و فرزندان محبت هستیم اگه اینطوری میخوام توضیح بدم یا و خودمون خودمونم خیلی خوب میدونیم که عیسی هم زمانی که در این دنیا زندگی میکرد فقط و فقط با این دید زندگی میکرد و میدونست پدر منو دوست داره حالا آره ما میتونیم بگیم خب عیسی مسیح عیسی مسیح خودش از آسمون آمده دیگه میدونست که خدا منو دوست داره درسته اون از طریق روح خدا بود از طریق جسم پسر انسان بود خودش هم باید سی باور می کرد این نفس باید باور می کرد من مورد محبت پدر هستم به این خاطر زمانی که ایسا هم از تعمید گرفت من فکر می کنم اینو می از آسمون یک صدای پدر آمد و گفته که این پسر محبوب منه که من او رو دوست دارم درسته؟ اون پسر محبوب منه و عیسی مسیح اینو ورداشت روحش تو میدونست خود نفسشم قبول کرد بعد از این رفت بیابون چه روزم اونجا بود بعد از این شیطان میبینی که آمد گفته که تو اگر تو پسر خدا هستی فقط محبوب رو گذاشت کنار پسر خدا هستی و چطور عیسی مسیح اونجا من اون باور میکرد و خیلی سخت بود عزیزان من این تجربه رو کردم خیلی سخت بود بعضی وقت فکر میکنیم عیسی مسیح رفت اونجا بالا خیلی راحت اونجا بعد از چه روز گفته که با شیطان جنگید واقعا درد بسیاری بود اونجا تمام نفس خودش تمام, نس... هم... تمام سلولای بدنش که از این دنیا بود مخالف بود به این خاطر اونجا دستور نداد بلکه چون مکتوب هست چون نوشته شده چون نوشته شده چون نوشته شده با کلام خدا که خودش بود با کلام خدا دهن شیطان رو بست چون باور کرد تا آخر چون هر دفعه که شیطان میاد اگه تو پسر خدا هستی پس نشون بده دیگه نشون بده دیگه و زمانی که همینطور ما هم تو مشکلهایی که میفتیم ما پسر خدا هستیم فقط یه چیزی که ناقصه در ما اینه که محبوب خدا هستم اینو پارانتز میذاریم میدیم کنار توی کلیسا دوباره میایم اینجا پرستش میکنیم پارانتز رو میاریم اینجا من محبوب خدا هستم در دنیا دوباره من محبوب خدا نیستم یا زمانی که تو مشکلایی میافتیم فشارهایی میافتیم حمله هایی میافتیم بعد از اینجا من محبوب خدا هستم فراموش میکنیم درسته یا نه همه ما این تجربه رو کردیم عزیزان یوحنا که نگاه میکنیم میگه که ما دانسته و باور کردیم که آن محبت را که خدا به ما نموده است خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی ما دانسته و باور کردیم آن محبتی که خدا به ما نموده است چرا چون خدا محبته خدا یوحنا رو باور کرده زندگی کرده تجربه کرده درسته؟ تو انجیل هم میبینیم که دو تا, دو شخص هستن پتروسه و یوحناس هر دو تاشون شاگردان عیسی مسیح بودن اگه نرمال نگاه کنیم رو نگاه میکردیم نگاه میکنیم میبینید دو نوع ایماندار هستن یک نوع مثل پتروس گوش میکنین که میخواست به،, به،, خدا ثابت کنه من تو رو دوست دارم من این کار رو میکنم من این کار رو میکنم همه چی روی کارهای خودش بود من چیز میکنم من برای تو جفا من میمیرم برای تو من 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 میخوام به تو نشون بدم چقدر من تو رو دوست دارم یک نوع ایماندارایی هستن که با شریعت با کارهای خودشون میخوان نشون بده ببینید من کتاب مقدس رو دائمان. من روزه میگیرم من این کارا رو میکنم این چیزه میکنم الان میتونی منو قبول کنی الان ببین با این حال به حال سعی میکنیم وجدانمون خاموش کنیم یا وجدانمون راحت کنیم ببین الان من دعا کردم الان من این کارو کردم الان من اون رو کردم الان من مورد محبت خدا هستم و این از این در این حیات کهنه ما این, این, روش هست این نمیتونی خاموش کنی دائما ما اینطوری هستیم بعضی وقت هم هم, هم در بعد از سی و سه سال دوباره خیلی چیزای فکرایی میان چیزای میان که دوباره منو میخواد بندازه روی الان خدا رو ثابت بکنم و اون طرف میبینیم یوحناس که شاگرد نزدیکترین شاگرد یعنی منظوری من نزدیکترین یعنی دائما چسبیده بود به عیسی مسیح و اون چیزی نمیخواست به عیسی مسیح ثابت کنه دوست دوستم دارم دوست دارم بلکه او تنها چیزی که میدونست اینه که می میدونم عیسی منو دوست داره عیسی دوازده تا شاگرد داشت و دوازده تا شاگرد با همون س... همون اندازه دوست داشت فقط یک نفر بود که باور میکرد الان توی کتاب مقدس شاید افرادی هم بودن فقط یوحنا بود و میگه یوحنا بود و زمانی که کتابم هم می انجیل هم می نویسه و همینطورم، هم جای دیگه از نام رساله رو می نویسه اونجا در موردش صحبت میکنه میگه که اون شاگردی که ایسا او رو دوست داشت دائما خودش اینطوری معرفی میکنه یک بارم معایزه کردم در این قسمت یعنی او میدونست عیسی ایسا منو دوست داره به این خاطر این تمام رساله اول دوم سوم در مورد فقط در مورد محبت صحبت میکنه او باور میکرد به این خاطر اینجا ای یوحنا میگه ما دانسته و باور کردیم که خدا منو کردیم آن محبت رو که خدا به ما نموده است چون خدا محبت است و زمانی که من ادامه میده خود از تجربه خودش صحبت میکنه و میگه که در محبت خوف نیست بلکه محبت کامل خوف رو بیرون میندازد یه لگنی میذاره و تو رو آزاد میکنه زیرا خوف غضب دارد و کسی که خوف دارد در محبت کامل نشده است یعنی یه کسی که هنوز باور نکرده با چه عشقی خدا دوستش داره و این یه پروسسی هست که ما توش هستیم دائما توی ترس و نگرانی زندگی میکنه پس امروز میتونین اینجا متوجه اگه هنوز هم ترس داری هنوز نگران هستی هنوز اه، چیز ایسا مسیح مستره به حراسان هستی نشانه اینه که محبت خدا در تو کامل نیست هنوز دست خودتون از دست میدی زمان یه خبری بعدی میاد زود چی کار کنم وقتی اینا شروع میکنی به چیز کردن قاطی کردن نشانه اینه که در محبت خدا هنوز کامل نیست منظور این نیست که الان در این دنیا الان امروز باور کردین کامل اینه. یه پروسسی هست یواش یواش از تجربه از شناخت به شناخت شما یعنی ما همه منم توشم هم هستم اونجا یاد میگیریم و همینطورم تبدیل میشیم و چرا ما من فکر میکنم من از تجربه خودم صحبت می چرا ما نمیتونیم قبول کنیم که عیسی منو دوست داره چون به تمام های خودمون نگاه میکنیم و زمانی که نگاه میکنیم می‌بینیم که چه فکرای منفی داریم چه احساسات منفی داریم چقدر شخص شخصیت هم بد هستیم و نمیتونیم بپذیریم آخه چطور میتونه خدا منو دوست داشته باشه یا شاید حمید رو دوست داشته شاید نسین رو دوست داشته باشه فقط منو فکر نمی‌کنم چون ایم خودم رو میشناسم میبینم که چقدر آشغال در منه نمیدونم چقدر منفی هستم این فکراست که نمیگذاره و اینم دنبال اینم شیطان نیست ها شیطان میاد میگه شیطان میتونه این کارا رو انجام بده فقط تو ما هستیم که تصمیم میگیریم ما هستیم که خودمون نگاه میکنیم و تمام چیزهای منفی رو نگاه میکنیم و نمیتونم باور کنم من خدا منو که همینطور از دوستم داری اعتراف میکنیم چون کلام خدا نوشته شده دیگه من باید اعتراف کنم و تو قلبمون باور نمیکنیم و خدا میخواد ما رو هدایت کنه که ما رو به یه جایی ببره که واقعا تصمیم بگیری یه تصمیمی هست بگیری بگی خودم من میام به یه جایی برسم یا کمکم کنم به یه جایی برسم که همینطور که هستم با این تمام چیزای منفی با تمام فکرای منفی احساسات منفی حرکت منفی دوباره خرابکاری شکست کمکم کنم که باور کنم که تو منو دوست داری چرا؟ چون تو محبت هستی یک دعایی هست که یک محبوب محبوب عیسی انجام میده اینم در یک روزه نمیشه تو آلمان یک اصطلاح هست که امروز هم با نسیم گفتم دیدم که این اصطلاح هم همینطور ایرانی ها دارن میگن که جنگل رو از بسیار درختان نمی نمیبینیم درسته از, زیادی از زیادین زیادین درختان نمی نمیبینیم تو جنگل هستیم اونقدر درختایی هستن که ما جنگل رو نمیبینیم تقریبا اینطوری میتونم بگم اونقدر مشکلایی میبینیم اونقدر چیزایی هستن که در زندگی ما که خدا رو نمی بینیم. خدا هست محبت خدا هست آرزو خدا اشتیاق خدا هست که خودش رو به تو معرفی کنه فقط اونقدر پیچیده هستیم اونقدر چیزایی هست که دورمون میچرخه که باور نمی کنیم. خود خدا الان خودش رو معرفی کنه معرفی کرده من یهوه هستم من هستم هستم الان خدا هست اینجا من هستم این یک خدای موجود موجود ابدی خدای دسترس همه جا حاضر باور میکنیم نه الان اینجاست به وسیله روح القدس با محبتش اینجاست و اشتیاقش برای ماست میدونی عزیزان خدا میدونه که ما چه, احت... چه, چیزی احتمال میدونه که خلاهای زندگی ما پره و فقط منتظر چطور میتونه یه کاری انجام بده که اینو به تو منتقل کنه و بدون اجازه تو منتقل نمیکنه زمانی که تو باور میکنی و قبول میکنی یا دعا میکنی اونجا خدا تقریبا این راههای مهیا میسازی که او وارد بشه بعضی وقت هست که یهو خدا میاد کار عجیبی میکنه که واقعا روی زانو میفتی فقط شروع میکنی پرستش کردن بعضی وقت هست که یه پروسسی هست تویش هم قرار باید بگیریم یه چیزی هست که به حال شاید طول بکشه فقط اینجاست که ما در ایمان میتونم بگم رشد میکنیم سب میکنیم سب میکنیم می چیزی نمی، نمیشنویم سب میکنیم قدم برمیاد رو. مثل روی شن راه میریم یا فقط خداست که اونجا قسمت به قسمت ما رو هدایت میکنه و آرزوش اینه چون برای خ... میدونی بعضی وقت زمانی که فکر میکنم آخه چطور آیا واقعا خدا میخواد خودشو معرفی کنه چ... یا خودشو به من نشون بده فقط زمانی که نگاه میکنم که خدا منو شبیه خودش خلق کرده فقط منطقی میگم شبیه خودش خلق کرده یا خودش محبته و من دور شدم الان تنها چیزی که میتونه منو برگردونه که منو دوباره سالم و کامل کنه محبت اوست پس او آرزوش دیده که این محبت رو به ما ببخشه که ما برگردیم این چیزی باشیم که خودش خلق کرده و آرزوشه پس با این دید نگاه کنین خدای خودش زمانی که معرفی میکنه من خدای رفا هستم من زمانی که خودش معرفی میکنه من خدای شفا دهنده هستم چرا معرفی میکنه چون ما احتیاج به شفا داریم درسته اگه ما شفا نداشته باشیم هیچ موقع خدا نمیاد میگه که من شفا دهنده هستم میگه شفا هستی الان یه دکتری میاد اینجا که من, دکتر هستم خب هیچ کسی اینجا مریض نیست زمانی که همین مریض هستیم یه کسی بیاد اینجا من دکتر هستم همین میدون اونجا میرم پیششون میگه احتیاج به شفا دارم پس زمانی که خود عیسی مسیح خودش عنوان یعنی در عتیق میگه عنوان شفا دهنده صحبت میکنه من شفا دهنده هستم من رفا هستم پس ما احتیاج به شفا داریم و زمانی هم که خودش هم میگه من شما احتیاج به شفا دارین و من چیز هستم رفا هستم پس من آمدم در همه جا حاضر هستم که به تو, تو رو شفا بدم عزیزان بیدارین شما بیدار هستین؟ تو مبرای خودتون رو نخوابیدین؟ بعد از این خدا من هستم های زیادی هستند که خدای جای را رهاننده و همینطور هم میگه که من خدای شالوم هستم روحی و شبان هستم و این تمام چیزها رو شما شما یعنی همه جا حاضر هستم و بعد از این خودش رو الشادای معرفی میکنه خدای قادر متعال و در عهد جدید خدای محبت یا پس زمانی که میگن که جنگل رو از بسیار درختانی میبینیم یعنی خدا هست حضور داره ما محبتش فقط ما اونقدر درگیر چیزایی هستیم مثل این زن سامیره کنارش عیسی مسیح بود خودش تشنه بود ساده دوازه بود اون خدای شفا دهنده اون خدا خدای محبت این تمام من هستم و کنارش بود فقط منطقی فکر میکرد اگه, اگه اینجا به زن سامری میگه اگه بخشش خدا رو میدانستی و کیست که به تو میگوید آب به من بده هر آینه تو از او خواهش میکردی و به تو آب زنده میدهد بعد از این اینجا چی صحبت ای آقا سرورم سطل نداری <applause> چطور میتونی به من آب بدی؟ همه چی منطقی و چاه عمیق است، مشکل زیاد هست چطور میتونی به من این آب زنده رو بدی و این زندگی ما به حال تقریبا اینجاست خدا میخواد الان ما رو به یه بخشایی هدایت کنه عزیزان که واقعا تو باور کنی خدای همه جا حاضر اینجاست و همه جا هست هر جایی که هستیم همون تجربه‌ای که با نوجوانان کار کردم قبل از این رفتن برای خدا به من دو سه تا سرودهایی داده بود که سرودهایی پر از مس بود و معمولا شب اونجا پرستش میکردیم یا منم اونجا سرودهای با باته آماده میکردم و پرستش میکردیم و احساس کردم خدا میگه که نه نه پرستش بگم همون جوانان همینطور برن اونجا بشینن دراز بکشن تو فقط این آهنگ رو این آهنگ رو بذار من میخوام کار خودم رو انجام بدم یعنی یه چیزی هست که من اونجا دخالت نکردم پس خدا اینو گفت این آهنگ رو بذار تو هم دراز بکش من میخوام کار کنم من میخوام مکاشفه رو بدم من میخوام لمسش کنم شما تو این فیلم هم دیدین اونجا اتاق اونجا پر همه خوابیده بودن یا یعنی به ایشان نگفتن که بریم بخوابین من گفتم که در حضور خدا هستیم فقط خودت رو آزاد احساس کنین راحت احساس کنین اگه دوست دارین میتونین بالش بیارین چیز بیارین دراز بکشین در حضور خدا استراحت کنین هر کاری دوست دارین انجام بدین من میخواستم از این فکری آزاد بشیم که باید یک کاری انجام بدم افرادی رفتن زود و بعد از این یه شهادت شنیدم یه گفتی که من فکر کردم پاسور گفته که این کار رو انجام بدیم میخواست ما امتحان کنه ما میخوابیم یا نمیخوابیم من اینطوری فکر میکنیم ما پاستور میخواد یه پشتش حتما یه چیزی هست منم گفتم ببین راحت باشیم میخوایم بخوابیم بریم بخوابیم فقط در حضور خدا بخوابیم و چه تجربه های مختلف و چه شهادت هایی بود میدونی الان یه چیزی تجربه کردن آلمانی میگن اس اسفونکسونیت یعنی من میتونم در حضور خداوند باشم دراز میکشم یا حتی بخوابم من فقط اینجا میرفتم فقط بعضی وقت هم دعا میکردم روی القدس بیا در خواب اونجا رویا ببخش یا این چیز همه چیز فقط نه این زیاد خودم هم اونجا دراز در کشیده بودم برای خدا میخواد به یه بخش به ما رو هدایت کنه که این زنجیرایی که بسته شده این تصویرای اشتباهی که ما داریم بشکنه که واقعا با دلیری با شادی هر جایی که هستیم باور کنیم محبوب خدا هستم و در همون لازم میگه خدا من در این حال هستم در این چیز هستم فقط شکی ندارم من عاشقان دوست هستم خراب کاری کردم اشتباه کردم کتاب مقدس نخوندم یا هزار تا چیز برای چیز اونجا خودش هم اونجا شهادت داد فقط میدونم تو منو دوست داری مثل زن سامری نباشیم اون خدا اینجاست احتیاج به سطلم نداره هر قدم این چاه عمیق باشه اون خدای قادر متعاله او برای او هیچ چیزی غیر ممکن نیست او هم دوست نداره الان بیاد برای تو کارهای انجام بده تمام چیزهایی که انجام میده که باور کنی قلب تو باز کنی اعتماد کنی که او وارد بشه من در ایشان تو در من تا یک بشن تا باور کنن که همونطور که تو منو دوست داشتی من ایشان رو دوست داشتم یا تو هر چقدر یا تو منو دوست داشتی همینطور ایشان رو دوست داشتی که باور کنیم چه کلیسای آلفا به یه جایی بیاد که واقعا بتونه بگه ما دانسته ایم و باور کردیم و محبتی که خدا به من داره چون خدا محبته خدا خلق, خلق خدا خلقت خودش رو که شبیه خودش خلق کرده عاشقانه دوست داره و منم جزء او هستم روی صلیب این کاری که پرداخت کرده روی صلیب این گناه ها رو پرداخت کرده و همینطورم هم مرده و نه فقط تمام گناه های ما رو ورداشته تمام زخم های فرداشته تمام استرس های ما ده. هر چیز منفی رو ورداشته قیام کرده و روی دفنش کرده و برخواسته مهمترین یا بیشتری ثابتی هست که خدا منو دوست داره و من زمانی یه کسی که این چشیده دیگه نمیگه من نباید گناه کنم بلکه خودش به اون جایی جای میرسه که اصلا دنبال این چیزهایی نمیره چون محبت خدا درونش قرار گرفته به این جایی میرسه من جز از ایسایم از هیچ چیزی احتیاج ندارم آرزوهایی میتونیم داشته باشیم عزیزان منم آرزو دارم ترمینای چیزایی میکساری برای آیندهمون سفرهایی از هر چیزایی هست یا فقط من میدونم که هیچ چیزی جز از عیسی مسیح محبت مسیح نمیتونه منو راضی کنه او بهترین چیز هست. چیزی دیگه نمیخوام تمام دنیا رو بذارین همینطور که شیطان آمد گفته که تمام این جلال رو به تو میدم اگر تو منو پرستش کنی یا تمام دنیا جلال دنیا که مال خداونده هر چیزی که الان از جلوی عیسی مسیح واقعا مثل یک قطری قطری میبینه یا اصلا کوچکتر هم از قطری میبینه یک خاکی میمینه واقعا این تجربه رو زمانی که ما با این شناخت محبت خدا آشنا میشیم او که او که از پسر خود دریغ نکرد بلکه او را داد در او رو در راه همه ما فدا ساخت آیا همراه با او همه چیز رو به ما نخواهد بخشید هر چیزی که ما احتیاج داریم عزیزان به این خاطر با این الان برگردم به این شالوم که گفتم شالوم شالوم در محبت خداست اگه واقعا میخوای در این شلوم که عیسی میگه این شلام رو به تو منتقل می کنم یعنی به تو می بخشم اینه که باور کنی تو با ارزشی باور کنی خدا عاشقان دوست داره باور کنی با تمام ضعف و با تمام اشتباه با تمام خرابکاری با تمام شکستای تو خدا نگاه میکنه به تو و عاشق توست و این عشق باعث میشه که تو تبدیل بشی و اتوماتیک به گناه هم هر چیزایم کس نبگی آمین از آن دعا کنیم و نمیدونم خدا چقدر با قلب تو صحبت کرده در, در کجا قرار گرفتی الان اینجا چیزی نیست که مثلا بگین حالا من چی باید دوباره بکنم نه هیچ کاری نباید بکنی جز از این که اگه باور نکردی بتونی بگی خداوند کمکم کن کمک کن به این بی ایمانی من کمک کن که باور کنم روح تو اینجا هستی کمک کن که بتونم باور کنم قلبم باز کنم و خودم رو قبول داشته باشم و اون یه تصمیمی که خداوند میخوام هم خودم رو همینطور که هستم بپذیرم چون منو دوست داری آمین با هم کسانی که تو خونه هاشون هستن با هم دعا کنیم این یک احتیاج به مکاشفه هست خداوند ممنون هستیم هللویا <applause> خداوند روح القدس خدای قادر متعال خدای دسترس خدای همه جا حاضر رها <راحا> کننده مهیا <محای> کننده و تو رو که به وسیله عیسی مسیح عنوان خدای محبت شنید خدا من شناختیم مرسی خداوند که امروز با این کلام هایی هست که میخوای ما رو سمت تو سمت قلب تو هدایت کنی خداوند تو پیچیدگی های ما رو میبینی خداوند شک های ما رو میبینی تو میبینی که سعی میکنیم خوب باشیم و تو عیسی مسیح خوب خودت گفتی چطور میتونی خوب باشی که از ذاتتون خرابه خدا من واقعا امروز میخوایم تسلیم تو بشیم خدا من و بگیم چیزی خوبی نیست در ما فقط در این حال در این طوری که من هستم تمام اشتباهات خرابکاری چیزای خوبی هم هست که انجام میدم فقط میخوام از امروز به بعد باور کنم که منو آشغانه دوست داری خدا من بعضی وقت هست که همینطور گفتیم این جنگل رو از بسیار از بسیاری درخت ها ما نمیبینیم و این محبت عاشقانه که خداوند الان اینجاست بعضی وقت نمی بیدیم. بیا خودت رو خداوند ثابت کن نشون بده بیا مکاشفه بده بیا برای ما یه چیز رو باز کن خداوند خدا و باور کن ایسا رو خدا اینجاست به طلب داده میشه اورا را دستوری داشت تصمیم بگیر قلب تو باز کن تمام کارهایی که برای عیسی مسیح کردی و میخوای انجام بدی شاید هم کم کتاب خوندی یا شاید دعا نمی کنی خسته شدی باش این چیزهایی هستم فقط بگو خداوند چیزی که من الان احتیاج دارم تو هستی و باور میکنم در این حال عاشقان منو دوست داری آمین و آمین اول گفتم یه تجربه یه تجربه بعضی وقت خیلی بیشتر صحبت میکنه از ده تا معیزه همه شما این عکس رو دارین؟ گرفتین نه؟ میدونین چیه؟ گلایی هست نه؟ آفرین شما که توی خونه ها تنسی متاسفانه اینو ندارین سو so, عزیزان یه اگه میخواید تجربه کنین یک چیزی هست که خدا میخواد به شما چیزی نشون بده برای شما اینجا چی میبینین؟ گل میبینین چیزی, چیزی دیگه هم از گل میبینین اینجا؟ تو میدونی؟ تو میدونستی؟ چی؟ اوکی، گود الان زمانی که نگاه میکنی می‌بینی، فقط یک درخت گل هستن الان اینو گوش میکنین یه بار به من نگاه کنین اینطوری نگاه نکنین، هیچ نکنی. چیزی نمیبینین <تصفح> زمانی که اینطوری بیان اینجا با دقت به این چیز به این چیز سفید نگاه کنین با دقت با دو تا چشماتون بعد از این اینو یواش یواش برین و اونجا چه چیز... چه چیزی خواهید دید <applause> یه قلبی می‌بینین اونجا <applause> قلب میبینین نه قبل از این دیدین قلب رو <applause> قلب بود خدا بود خدای همه جا حاضر هست این تمام در گلایی که نگاه میکنیم مثل مشکلایی هستن فشارهایی هستن فقط خدا میخواد بگه من اونجا حضور دارم دیدین قلب رو نه اینطوری نمیتونی ببینین اینطوری فقط گل میبینین باید بیارین جلو چشمتون حتی طوری که اصلا چشمتون یکم اذیت بشه بعد از این یواش یواش چیز کنین ببینید چه قلبی هست که بیرون میاد ach باشه اگر تجربه رو نکردیم ببینید خونه اونجا عزیزان اینا کسانی که تو خونه هستن دفعه دیگه که بیاین کلیسا آماده کرده میتونین خودت هم اینجا داشته باشین این یک چیز عملی بود که دوست داشتم از گوش میکنین یه لحظه گوش میکنین یک تجربه بود خدا چند سال پیش بود فکر میکنم یه 15 20 سال پیش بود نمیدم کی بود این این موعظه رو نکرده بودم فقط در مورد محبت خدا بود که این چیز رو خدا نشون داد امروز همینطور واقعا نمیدونم چه موعظه ای کنم خدا این اینو جلوی چشمم آورد که احساس می‌کردم، خدا میگه که من میخوام کلیسا واقعا متوجه بشه من همه جا حاضر هستم محبت من حاضر است فقط باید باور کنن و این یه نشانه ای هست ببرین خونه یه جای آویزون کنین یا که هر دفعه این رو نگاه میکنین ببینین که خدای هاد همه جا حاضر خدای محبت هست و به شما کمک کنی ایمانتون قوی کنه آمین خدا به شما برکت بده